این همایش از بحر روگوشایی از نخستین دفتر شعر مستقل سید اسکندر حسینی بامداد از شاعران معاصر با حضور شاعران، نویسندگان و فرهنگیان برگزار شده است. مویه های آمون نام نخستین دفتر شعر مستقل این شاعر جوان است که در 500 جلد چاپ و نشر شده است. این مجموعه شیری در برگرینده 51 سروده در تنپوشه غزل است و در 171 صفحه چاپ و روگشایی شده است. ما امروز در بلخ در محفلی به نام شبهای بلخ که قرار هست گرد همایی شاعران و نویسندگان بلخ باشه و ما سعی بکنیم در برنامه شبهای بلخ از شعر و ادبیات و فرهنگ و شاعران و نویسندگان و فرهنگیان بلخی در قالب این برنامه ما تجلیل بکنیم. در همین حال شماری از فرهنگیان و نویسنده ها در بلخ با استقبال از روگشایی این کتاب از نبود برنامه های حمایتی گله دارند. نویسنده های بلخی از حکومت و تاجران می خواهند که برای رشد و گسترش فعالیت های ادبی و هنری از آنان پشتیبانی کنند. فعلا بهتر شده است و در جریان 6 ماه پسین ما برنامه های از این دستی که شما امروز اینجا حضور داشتین داشتیم، مثل شبهای بلخ، از بلخ تا نیشابور و نظیر این برنامه ها که در کتابخانه عمومی فردوسی مزار شریف و دیگر مکان های فرهنگی گرفته می شود. تشویق میکنه افراد را و ترغیب میکنه شاعرهای تازه‌کار، نویسنده های تازه‌کار را تا بیشتر بنویسند و در راستای رشد و بارور شدن ادبیات تلاش بکنند و باروری و رشد ادبیات نشان دهنده فرهنگ و متمدن بودن یک جامعه می باشه. اما مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ از تلاش ها به منظور ایجاد فرصت ها و سهولت های مناسب به نویسندگان سخن می زنند. ولایت بلخ زمینه خوب برای فعالیت های فرهنگی مساعد است. ما با تمام نهادهای فرهنگی در بخش زبان و ادبیات همراه نهادهای خصوصی جلسات داریم و هماهنگی خوب داریم. شما که امروز هم شاهد مشاعره هستین، این مشاعره با هماهنگی با ریاست اطلاعات فرهنگ برگزار شده و ما از این نوع مشاعره ها برنامه فرهنگی و ادبی حمایت میکنیم. نویسنده های بلخ در حال از نبود حمایت های مالی برای چاپ آثارشان شکایت دارند که در جریان سالهای پسین فرهنگ مطالعه میان شهروندان کشور کمرنگ شده است.